سلام علیکم، حالتون چطوره؟ امروز میخواییم با هم فراید رایس درست کنیم، برنج سرخ شده یا برنج تفت داده شده. غذای امروزمون هم میتونه واسه ویگانا باشه، هم واسه ویژیترینیا باشه، هم مثل من. بریم با هم درست کنیم و بخوریم و لذتشو ببریم. دو تا تخم مرغ خوشگل خوشمزه داریم، یه ذره نمک بهشون میزنیم و همشون میزنیم تا آماده بشن که برن توی مایتابه. اول از همه کره رو میندازیم تو مایتابه تا آب بشه و آماده باشه که تخم مرغا رو بریزیم توشون. تخم مرغا رو که عد کردین از بغلا هی میکشید وسط که ذره ذره دور تا دورش بپزه و وسطش یه ذره قطرش زیاد شه. کامل که پختن میذاریمش کنار تا آخر غذا. اول باید سسمون رو درست کنیم و بذاریم کنار که قشنگ مزه‌هاش باز بشه. یک قاشق شکر سفید رو میریزیم و پشت بندش میریم سراغ زنجبیل، اونم یک قاشق غذاخوری. دو حبه سیرم داریم که اونا رو له میکنیم و میریزیم توی ظرفمون و بعد از اون نوبت میرسه به سوی ساس که من دارم اینجا از دارک سوی ساس استفاده میکنم، ولی شما از معمولیش هم میتونید استفاده کنید، مشکلی نداره. از اتاق فرمان اشاره کردن ساس سویا و در آخر یک و یک چهارم قاشق غذاخوری سرکه سفید یا سرکه برنج. خوب با هم همشون بزنید و بذارید کنار تا به موقعش استفادهش کنید. وک یا ماهیتابمون که داغ شد، 6 قاشق غذاخوری روغن سبزیجاتمون رو میریزیم توش و میریم برای ریختن سبزیجات. هویج نگینی داریم، یک هویج کوچولو کافیه. یه مقداری تفتش میدیم، نمیخوایم له بشه، فقط میخوایم یه ذره رنگش عوض شه. 8 دونه پیازچه کوچولو موچولو داریم که در این قسمت فقط از تهاش داریم استفاده میکنیم، اندازه یه بند انگوشت هست هر کدوم. نگران نباشید، همه یه پیازچه استفاده میشه. حالا از قسمت بالاش با سرش، قسمت سفیدش، حلقه های ریز ریز اونا رو هم میریزیم تو مایتابه. نخود فرنگی فریزری 1/2 کاپ یا 70 گرم اونا رو هم میریزیم تو مایتابه و یه ذری تفتش میدیم تا رنگش یک خورده ای عوض بشه. میرسیم به برنج شب مونده. چرا برنج شب مونده؟ چون برنج وقتی که یک شب توی یخچال میمونه دیگه اونقدر به خودش آب نمیگیره و شفته نمیشه تو غذامون. حالا 5-6 دقیقه با شعله زیاد همینجوری برنجامون رو تفت میدیم. میخوایم یک سری از برنجامون تدیگی بشه، کریسپی بشه، البته به قول یک سری از دوستای یوتیوبیمون کریپسی بشه. فکر کنم بعد از این ویدیوم هیترام خیلی بره بالا. جیلیز ویلیز برنجامون که در اومد، اون سس خوشمزهی که اولش درست کرده بودیم و بهش اضافه میکنیم، هم میزنیم و 2-3 دقیقه با این سس خوشمزه بازم تفتش میدیم. تخم مرغایی که اول درست کرده بودیم و یه ذره نامنظم خورد میکنیم و به غذامون اضافه میکنیم، یه تفت ریز دیگه هم میدیم. خب غذامون دیگه آماده خوردنه. تا من غذا رو بکشم این سابسکرایب رو لطف کنید بزنید، لایک هم بکنید و با دوستاتونم این ویدیو رو به اشتراک بذارید. اگر هم که دوست داشتید برام کامنت بذارید. بریم بکشیم غذا رو بخوریم.